سلام به مخاطبین عزیز، من سورانا روانبخشم و با یکی دیگه از برنامه های پلیستشنی در خدمت شما هستیم. اگه یادتون باشه قرار بود تو این برنامه 20 گل برتر دنیای فیفا 23 رو با هم مرور کنیم. 10 گلش رو با هم مرور کردیم و تو این برنامه 5 گل دیگر رو با هم مرور میکنیم. با ما همراه باشید. اما گل شماره 10، محمد صلاح. هر موقع اسم محمد صلاح رو میارم یاد اون گزارشگر مصری میفتم قبل از اون پنالتی برای صعود مصر به جام جهانی. یه بار دیگه با همین صدا رو بشنویم که یاد خاطرات کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، محمد صلاح و الدموع، محمد صلاح، محمد صلاح، یا رب یا رب یا صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح، اوپا الله. چقدر قشنگ میگه محمد صلاح. بعد از دیدن این گزارش بریم گلش رو ببینیم. بعد از به ثمر رسوندن گل به سبک بازیکنان مسلمان، شادی خودش رو با هم تیمیاش تقسیم میکنه. چقدر هوش مصنوعی این بازی بالاست که حتی به ریزترین نکات هم توجه کرده که محمد صلاح بازیکن مسلمونه و به سبک بازیکنهای مسلمون شادی میکنه. اما گل شماره 9، گل شماره 9 لوا بازیکن بارسلونا به ثمر رسونده که اگه مصونیت اجازه بهش بده بازیکن قابلی و میتونه گلزنی‌های زیادی بکنه. تو این بازی فیفا هم یک ضربه عجیب رو به توپ میزنه و از وسط زمین دروازه کورتوا رو باز میکنه. رئال مادرید که رقیب دیرینه بارسلوناست. ببینیم با همین گل رو برمیگردیم. تو هر قسمت که با هم مرور کردیم مگه میشه گل رونالدو وجود نداشته باشه؟ تو این 5 گل هم یه گل دیگه از رونالدو داریم که با دریبلینگ بالای خودش بازیکن‌ها رو جا میذاره و با یه گل تحقیرآمیز دروازه رو باز میکنه. ببینیم با هم. گل رونالدو رو با هم دیدیم. فکر کنم این دیگه آخرین فصل هایی باشه که قدرت رونالدو تو بازی فیفا انقدر بالاست. تو فصل های دیگه کم کم باید منتظر افت این بازیکن باشیم و دیگه از این گل های جذاب غالبا از رونالدو خبری نیست. امیدوارم که این اسطوره همچنان به قدرت خودش ادامه بده و ما بتونیم به عنوان یه بازیکن معتبر تو فیفا ازش یاد ببریم. اما میریم سراغ گل بعدی. گل بعدی رو وینی جونیور به ثمر رسونده. اون هم با قدرت تکنیک بالا. ما فوتبال بازا و پلی استیشن بازا میدونیم که با یه حرکت شوت و پاس زدن پای سر هم یا تو سر توپ خوشگل میتونیم تو فیفا در بیاریم. وینی جونیور هم همین کارو تو این بازی کرده. با هم گلش رو ببینیم برمیگردیم. We'll be right back.
تو سر توپ خوشگل وینی رو دیدیم، چیزی که ما فیفا بازا زیاد ازش استفاده میکنیم و خیلی راحت میتونیم باش دروازه‌بان جا بذاریم. اما گل شماره 6، گل شماره 6 رو یکی از بهترین کاشته زنهای سری آ به تیم سابق خودش هم زده، اون کسی نیست جز گل دیبالا هم با هم دیدیم که به سبک بازی‌های واقعی خودش یه گل جذاب و از روی ضربه کاشته به ثمر رسوند. 5 گل از این سری برنامه‌ها باقی مونده که تو برنامه بعدی با هم مرور می‌کنیم. حتما ما رو دنبال کنید و اگه ایده، پیشنهاد و یا نظری دارین برای برنامه پلی‌استیشنی تو کامنت برای ما بگین که ما حتما به اون عمل می‌کنیم و با شما همراه هستیم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.